درود به همه شما دوستان عزیز مهربان فرهاد متقی هستم خبرنگار مستقل آزاد که بازم با اخبار خاموش در خدمت شما هستم یه تغییر کوچولی دادیم به برنامه امروز امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه برنامه رو دو قسمت کردیم بخش ایران رو تموم میکنیم یه نفسی میکشم من یه مقدار دوباره آب گرم و اینا میخورم یه چند دقیقه بعدش با لایو استریم دوم با برنامه زنده دوم میرسیم خدمتتون یه بخش اخبار آمریکا است که هم خیلی طولانی نشه من انرژی خودم تموم شده بود خیلی هم تو کامنت ها میگفتن که آقا خیلی طولانی گفتیم چشم دو تیک کش میکنیم بنشم یه ف... حالا وقفه 10 دقیقه رو 20 دقیقه میذاریم که شما هم بتونید یه آب روغنی عوض کنید چای بخورید اگر حالا دوست داشتید که لایو ببینید اگر نه که بعدا هم میتونید اون رو دنبال بکنید قبل از اینکه شروع کنیم اخبار ازتون خواهش میکنم که اگر در کانال سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب کنید و اینکه در هر زمانی که لایکو بزنید کمک میکنید که اخبار درست و بدون سانسور به فارسی زبانان بیشتری در دنیا توصیه بشه اما بریم سراغ اخبار کشور ازمون ایران همیشه داستان اینجوری که آدم ها از چیزایی که نمی... نمیشناسن میترسن یعنی وقتی که چراغی اتاق خاموشه اگر یه صدای ضبط شده اونجا باشه که چی... چی که چیک آبن... آبم... شما میترسید برید داخلش یکی از راه های ترسوندن آدمای مختلف همینه که شما را از چیزایی میترسونن که ازش خبر نداریم خیلی از ما موقعی که تکنولوژی مختلف رو باش برخورد کردیم حالا ما که میگم نسل ما دارم منظورمه انقدر پشتش حرف و حدیث و قصه بود که آدما میترسیدن که برن سمتش یه زمان میگفتن آقا فلان چیز توش جن داره اون فلان بیساره همین روش سنتی الان جمهوری اسلامی داره در رابطه با مسئله هستی بازی میکنه سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی از انتقال تأسیسات تولید قطعات سانتریفیوژ به جای امن خبر داده تاکید کرده که اطلاعات دوربینهای نظارتی رو تا زمانی که توافق حاصل نشه در اختیار آژانس قرار نخواهد داد به روز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در خصوص جابجایی تأسیسات هسته ای در گفتگو شبکه تلویزیونی العالم اعلام کرده که به منظور تشدید تدابیر امنیتی بخش مهمی از ماشین های تولید قطعات سانتریفیوژ رو مکان امنتری جابجا کردیم میخوام بگم که کلش ممکنه خالی باشه ممکن اصلا تصاویر رو بدن ببینید چهار نفر به بیرجامو عرقی نشستن دارن قلیون میکشن توی سالن خالی دو تا سانتیفیوژ کهنمون ممکن اگه تصاویر رو بدن ببینن چهار تا کارگر ساده گذاشتن دیدید که وقتی یه پروژه این سپاهیا میگیرن برای اینکه نشون بدن دارن کار میکنن در حالی که کاری انجام نمیدن چهار تا قلم و رنگ میدن اون رنگا هم نبکن. رنگ دوغ میمونه نه چی میزنن رنگی هم پر نمیشه همینجوری صبح تو شب وقتی میسن کمیات فکر میکنه چهار تا کارگر دارن کار میکنن معلومه واقعا چه اتفاقی داره اونجا میفته اصلا مگه میخواد ترشی بندازه این همه سانتریفیوژ با اون قبلی که ساخته بودی چه غلطی کردی که میخواد با بقیهش بسازی دیگه الان ساخت سانتریفیوژ شده مود یعنی دیگه غنی سازی مود نیست چی کار میکنن هنوز مشخص نیست اما کمالوندی نام این مکان ذکر نکرده تاکید کرد که ماشین های طول قطعات سانتریفیوژ جمهوری اسلامی به دلیل اهمیت بالای آنها به مکانی امتر جابجا شده و در حال فعالیتن و در ادامه از انتقال برخی تجهیزات مربوط به نتنز و اصفهان هم خبر داده همچنین گفته جمهوری اسلامی آژانس در چارچوب توافقات به عمل از انتقال دستگاه ها و نصب دوربین ها آگاه کرده با این حال او تاکید کرده تا زمانی که توافقی صورت نگیره اطلاعات نزد ما میمونه و در ادامه تهدید کرد که در صورت عدم حصول توافق اطلاعات ذخیره شده در دوربین های نظارتی احتمالا حذف میشه حالا چه فرقی میکنه اطلاعات وقتی ندید یا اینکه حذف بکنین چه فرقی میکنه بعد چون داره اون تای نشون میده دیگه یعنی محله بسیار حساسیه چون اگه این بولفش رو بخونن جوابش اگر یه دونه به بند کفش پسرم باشه و بگن آقا باشه دیگه جمهور اسلامی چی نداره تهدید کنه دیگه میخواد چی بگه آقا دستم رو دلیت دلیت میکنم بند کفش پسرم دلیت کن دیگه تاریخ خاطر که انجلوتن نداره مگه اینکه اون مسیری که اون داره هیچ پیش نگیره اون آغاز یک جنگ که میتونه در تنگه هرمز نفکش بزنه میتونه اسرائیل رو بزنه راه مختلفی داره که بتونه خون بریزه دیگه برها اما با وجودن که ترامپ بیش از هزار تحریم علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده یکی از آنها مانند قرصی سمی مانعی برای احیای برجام شده شبکه NBC در گزارش به نقل از برخی مقامات آمریکایی و سه منبع مطلع در این زمینه نوشته مذاکرات احیای برجام تا فوریه سال جاری و پیشرفت چشمگیری همراه بود اما درخواست جمهوری اسلامی برای حذف سپاه از فهرست گروه های تروریستی آمریکا این مذاکرات رو شکر خدا با بنبست مواجه کرده شکر خداش از خودم بود بر اساس این گزارش حسب سپاس فرست گروه های تروریستی واکنش گسترده ای کنگره این کشور و متحدان آمریکا در خاور میانه رو میتونه به همراه داشته باشه اما با این وجود مقامات دولت جو بایدن امکان عملی کردن این اقدام رو دارن بررسی میکنن ان سی گفته منتقدین دولت, منتقدی دولت ترامپ رو به وضع آمدانه قرصی سمی در تحریم ها متهم میکنن این قرص سمی احیای توافق رو برای رئیس جمهوری بعدی دشوار میکنه علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران که خودش جزو جوش دهندگان توافق 2015 با آقای رابرت ماسمالی بوده در این زمینه گفته تردیدی نیست که این تله ترامپ برای بایدن بوده یه وقتی علی واعظ میگه مطمئن باشید که یه مسئله کاملا هوشمندانه طراحی شده بوده و اینا به هیچ عنوان دوست نداره از ترامپ یا هوشش بخوان تعریف کنم به گفته منابع ان بی سی نیوز دولت بایدن به جمهوری اسلامی اعلام کرده به شرط سپاه از فرست گروههای های تروریستی حذف میکنه که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام کتل شدن قاسم سلیمانی نباشه این منابع اضافه کردن جمهوری اسلامی با این شرط امکان جمهوری اسلامی با این شرط آمریکا مخالفت کرد و دو هفته پیش پیشنهاد خود را برای واشنگتن ارسال کرده از جزئیات این پیشنهاد اطلاعاتی منتشر نشده اما بر اساس این گزارش دولت بایدن هنوز به پیشنهاد جمهوری اسلامی پاسخ نداده این در صورتیه که به گفته یک مقام ارشد دولت بایدن عملکرد جمهوری اسلامی میتونه بله عملکرد جمهوری اسلامی میتونه مذاکرات از بنبست خارج بکنه حالا باید ببینیم که آیا این مذاکرات از بنبست خارج شدنش امکان پذیره یا خیر او در این زمینه گفت مسئولیت مذاکرات به ویژه در این مرحله بر جمهوری اسلامی یک مقام دیگر آمریکایی به ان نیوز گفته تا زمانی که جمهوری اسلامی پیشنهادی با ارزش مشابه ارائه نکنه دولت بایدن سپار از فهرست گروه های تروریستی حذف نخواهد کرد اما دولت با فرض موفقیت مذاکرات وین برنامه اقتصادی به مجلس داده یعنی شما فکر کنید یه بنده خدایی یه دونه درخت میوه رو میکاره بعد برنامه رو برنامه اقتصاد خانوادهش شو بر این پایه میچینه که این قرار دونهه بشه درخت درخت شکوفه بده باد و بارون و سرما و خوشتالی هم خرابش نکنه بعد میوه میده میوهش می رو میفروشیم با پولش چه کارایی میکنیم دولت با فرض موفقیت برنامه مذاکرات وین اومده برنامه اقتصادی به مجلس داده خودتون خب ببینید چقدر خنده داره؟ نه بر پایه واقعیت ها بر پایه فانتزی ها بر پایه امیدها و آرزوهاشون اومدن برنامه دادن به مجلس دولت ابراهیم رئیسی در حالی که بارها اعلام کرد اقتصاد ایران رو با مذاکرات برجام گره نمیزنه اما برنامه به مجلس ارائه کرده که پیشفرز اون دستیابی به توافق در مذاکرات وینه یعنی این همه ما بلدیم ما میکنیم در نظر گرفتن که اگر خداد میلیارد دلار پول مفت برسه تازه چه برنامه میخوان بدن به حالت دادن و گرفتن برنامه دقت کنی جفتشون به درد کارگر ساده و عملگی سر ساختمون میخورن متاسفانه شدن حکران مملکت جالب شده که در شرایطی برنامه دادی که اصلا مذاکرات متوقف شده یعنی موقعی نبودش که بگن آقا نزدیکی ما نزدیک ما دو درصد میده الان در نامیدی مطلق اینو محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته وزارت اقتصاد برنامه نظام... نظامات اقتصادی بعد از توافق وین را به مجلس ارائه کرده ببخشید بعضی موقع این سرفه ها طولانی میشه روزنامه دولتی ایران در گزارشی صادرات نفت جمهوری اسلامی از طریق ناوگان شبه و فروش آن در بازار خاکستری را تایید کرده این روزنامه به نقل از شرکت ملی نفت ایران نوشته اصلاح ناوگان شبه واکنشی به اقدام جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و غیرقابل شناسایی بودن نفت های ایرانی است وبسایت واشنگتن فری بیکن بر اساس اطلاعات جدید سازمان اتحاد علیه ایران هستی در گزارشی نوشته بود ناوگان کشتی های شبه که متعلق با جمهوری اسلامی از سال 2021 دستکم 22 میلیارد دلار نفت غیر قانونی به چین منتقل کردن اما نکته حازمیتش اینه که نه تنها وضعیت اقتصاد مردم عزیزمون بهتر نشده بلکه که بسیار بدتر هم شده و اینکه فریدون برکشلی رئیس دفتر مطالعات انرژی وین در این زمینه به روزنامه ایران گفته منابع ثانویه الان صادرات نفت خام و میانات گازی ایران را بیش از یک و دو دهم میلیون بشکه در روز گزارش میکنند روزنامه ایران در بخش دیگری از گزارش خود نوشته که 182 کشتی خارجی و عضو ناوگان شبه جمهوری اسلامی حضور در اون ناوگان حضور داشتند و نفت رو برای فروش در بازارهای خاکستری و غیر رسمی حمل می کنند و میکردند و خواهند کرد بر اساس این گزارش این 182 کشتی از ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران متمایز بود اما مکمل آن برای دور زدن تحریم های آمریکا هستند این روزنامه در ادامه از وجود 75 نفتکش دیگر هم خبر داد که در مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران هستند و در کنار ناوگان شبه حمل میلیون ها بشکه نفت رو بدون توجه به آمریکا دنبال می‌کنند. با این وجود روزنامه ایران تایید کرده که آمارهای متفاوتی از تعداد نفتکش‌های فعال در ناوگان شبن کشور وجود داره یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به واشنگتن فری بیکن گفته این وزارتخانه از صادرات غیرقانونی نفت جمهوری اسلامی آگاهه و تحریمات تا زمانی که لغو نشدن به قوت خود باقی خواهند ماند بنابراین هر گونه تلاش برای فرار از تحریم ها بررسی میشه بر اساس گزارش سازمان اتحاد اتحاد علیه ایران هسته ای بازار سیاه تجارت نفت جمهوری اسلامی در دوران بایدن رونق گرفته و باعث این گمان زنی شده که ایالات متحده منظور نشان دادن حسنیت به جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از تلاش ها در راستای برجام چشمان خود رو, رو روی اجرای تحریم ها بسته ولی نه فکر می علت اصلیش ترس بیش از حد بایدن ضعف کابینه فعلی به خاطر اینکه وقتی جمهوری اسلامی که در تحریم هست داره به نفت میفروشه قاعدتا تحریم روسیه هم نمیتونه اثر اثرگذار باشه به خاطر اینکه خب یه کشور دیگه که تحریم داره نفت میشه چه دلیل داره که روسیه این کارو نکنه اصلاً. میده این ببره بفروشه مثال اما علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی, دولت روحانی گفته در مذاکرات دولت روحانی آمریکا با حذف سپاه از ترور... فرست تروریسم موافقت کرده بود حالا این وسط ها ملت دارن داغون میشن نابود میشن اینا فکر اینن که بگن آقا مثلا روحانی بهتر از این میده بهتر از اون بوده جفتشون از هر آدمی که رو کره زمین بدتر بود اصلا این نظام کلا مگه خوب توش پیدا میشه جنتی گفت گذشت یک سال از توقف مذاکرات احیاء برجام هیئت مذاکره کننده نه تنها دستاورد جدیدی نداشته بلکه آنچه رو که دولت دوازدهم در سایه در سایه ورزیده بودن های خود به دست آورده بود به طور کامل به دست نیاورده زیرا اونون میدونستن برای احقاق حقوق ملت با چه زبانی به قدرت های جهانی سخن بگویند البته باید بگم که انقدر موقع نزدیک شده بود داستان بستن قرار داد و به بستن توافق و انقدر این اومدن رئیسی اینا رو ترسونده بود که موقع ممکن آمریکا خیلی باجه بیشتری هم بده متا این کنزهن های بی سواد فکر کردن که حالا که قرار ما ببندیم و همه چی مشخصه بذاریم به نام رئیسی باشه توافق بسته شده نه به نام اصلا روانی که بعد اومدن و شروع کردن بازی در و همه چی رو به باد فنا دادن اما بدونیم که دولت با فرض موفقیت مذاکراتی که الان به هم خورده اومده اینجوری تمام برنامه‌ریزی مالیشو کرده حالا الان هیچ هم ندارم بگن فعلا تنها چیزی که دارن بگن اینه که آقا قبلی ها بهتر بودن جدید آمدن گند زدن رسانه جمهوری اسلامی از لغو سفر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی به آمریکا برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول خبر دادن خبرگزاری ایسنا گزارش داد که به دنبال تأخیر دولت آمریکا در صدور روادید برای هیئت جمهوری اسلامی جهت حضور در اجلاس بهاره بانک جهانی و محکول شدن صدور روادید به روزهای منتهی به سفر وزیر امور اقتصاد دارایی سفر خود به این کشور رو لغو کرده اجلاس بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول از فردا به مدت یک هفته در واشنگتن برگزار خواهد شد من به نظرم کاملا آمدانه بوده این حرکت کار بسیار درستی هم بوده میخواستم بیان اونجا لابیگری بکنم تا تک نیومدن احسان خاندوزی با انتشار بیانیه گفت این چندمین باره که دولت آمریکا به تعهدات خود در قبال نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پایبند نبوده و برای حضور هیئتی از کشورمان در اجلاسهای بینالمللی کارشکنی میکنه با وجود تبلیغات گسترده در روزهای گذشته درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران محمد رضا خطایی مدیر امور بین المللی بانک مرکزی گفته در این باره تنها توافق اولیه انجام شده هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته خطایی گفته چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیئت منطقه به تهران نیز به منظور جنبندی جزئیات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته رسانه جمهوری اسلامی در هفته گذشته تبلیغات گسترده را رو درباره آزادسازی پوله بلوکه شده ایران در یکی از کشورها رو منتشر کردند یه جوری بود همه مونده بودن فقط آقا پول پولش بوده از کجا اومده آیا اونی که از عراق اومده آیا از کره جنوبی اومده یا او از جای دیگه جالب بدون که فائزه هاشمی هم برمون شده حالا اپوزیسیون تن... گفته تنها راه بازگرداندن سپاه به پادگان ها رو باقی ماندن اون در لیست تحریم ها عنوان کرد یعنی نوعی گفته که آقا بعد سپاه تو تحریم ها بمونه که بشه اینا دوباره فرستاد برگردم برن تو لونه شون تو همون پادگان ها گفته خروج سپاه از لیست تحریم ها به سود منافع ملی و جامعه ایران نیست اندن فکر کنید که فائزه هاشمی عاشق مردم ایران عاشق ملت ایران خیر به خاطر اینکه فوشای خیلی بدی خورده ضربات خیلی بدی خودش و خانوادش خوردن سر همین داستانی که یعنی از دشمنی با سپاه داریم میگه نه از عشقی که مردم ایران داره فازه آشمی در کلاب هاست که جدیدن میاد و عین چی بگم بلبل هزار دستان چهچهه میزن و پشت همه حرف میزن و سعی میکنه افشاگری های خاص بکنه یه چیز هم بگم شاید باورتون نشه یه تا میگن نفر حریفه چاکو بست دهنش سفته ولی خیلی زبون تیز و خیلی عصبی داره هم ازش میترسن اومده که لاپاس بیان نگاه شخصی خود مبنی بر توافقات با باقی ماندن سپاه در لیست تحریم ها لیست سازمان تروریستی منظورشه به برخی اقدامات اخیر این نهاد نظامی در منطقه اشاره کرد و افزود درست در زمانی که مذاکره برای خروج سپاه از تحریم صورت میگیره شاید برخی فعالیت از سوی این نهاد نظامی مثل حمله موشکی به اربیل هستیم و جالب که مسئولیت انجام اونها رسما دارن بر عهده میگیرن یعنی حتی برای خروج از لیست تحریم‌ها ظاهرم نمیخوان حفظ کنن که نشون بدن هاشون رو کرده تهاجمی نداشته یا مثلا خطر زیادی نداره فاضل آشمین این نتیجه بسیاری از اقدامات سپاه رو به زیان ایران اعلام کرد و معتقده که این نهاد چه در لیست تحریم‌ها قرار داشته باشه یا نه کار خودش انجام میده و گسترش فعالیتاش بازگشت نهاد نظامی به پادگان‌ها رو سخت‌تر می‌کنه. من هنوز سفت و محکم بر پای عقیده خودم هستم یعنی میگم سپاه به هیچ عنوان دوست نداره که توافق برجام بسته بشه چون میدونن که اگر این توافق بسته بشه یکی از مسائل اصلی خودش خامنه‌ای تیک زده مسئله دوم قطعا رهبری یکی از بچه حالا احتمال زیاد مشتبه به جای خودشه و سپاه خیلی از قدرت‌های داخل کشور نمیخوان اتفاق بیفته نمیخوان به صورت موروسی بیاد دست مشتبا میخوان از این مرحله تک نفره گذر کنن و بتونن به شورای چیزی برسن و یه خود شرایط برای زندگی خودشون را راحت تر بکنن اما کره شمالی گفته با نظارت کیم جونگ اون رهبر این کشور سامانه جدیدی رو با هدف افزایش کارایی سلاح هسته‌ای تاکتیکی آزمایش کرده در گزارش که خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر کرده زمان دقیق این آزمایش اعلام نشده ولی ادعا شده که سامانه جدید اهمیت زیادی در بهبود قدرت آتش واحدهای توپخانه دوربرد همچنین افزایش کارایی عملیات هسته‌ای تاکتیکی داره این خبر همزمان در روز تولد کیم ایل سونگ پدر بزرگ رهبر فعلی کره شمالی اعلام شده در این روز خبر از رژه نظامی نبود ولی مراسم راهپیمایی عظیم عمومی آتشبازی و رقص برگزار شد سفیر ترکیه در آمریکا گفته اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقه مشابهی مواجه هستند حسن مراد مرجان در مقاله با تاکید بر لزوم همکاری های امنیتی امنیتی و انرژی ترکیه و اسرائیل گفته هر دو کشور با تهدیدهای خبیسانه مشابهی از طرف بازیگران منطقه‌ای مواجه هستند حالا همه میدونن در مورد کی حرف میزنن اینا چرا کدی میگن جالبه این دیپلمات ارشد ترکیه که از مؤسسان حزب حاکم دولت و توسعه ترکیه است و روابط نزدیکی با اردوغان داره او سراحتا نامی از جمهوری اسلامی نبرد اما بخیرسانه اسرائیل و عرب زبان این سخنان را اشاره تلویحی سفیر ترکیه در واشنگتن به تهدیدهای جمهوری اسلامی عنوان کردند او در سال 2008 سراحتا گفته بود که برنامه هسته جمهوری اسلامی تهدیدی برای ترکیه است از طرف ترکیه و اسرائیل بارها از گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در سوریه و حمایت از گروه شبه نظامی منطقه‌ای انتقاد کرده بودند مرجان در مقاله خود با تیتر خوشبینی باید حاکم شود همچنین بر لزوم و همکاری اسرائیل و ترکیه در مقابله با تروریست تاکید کرد و گفت که بازیگران بدخواه منطقه تعامل بین دو کشور را تهدید میکنند او نوشته همکاری های متعارف برای اموری خاص و مقابله با تهدیدها یا اهدافی است که تاریخ انقضا داره اما دو کشور به غیر از همسایگی تاریخ و آینده مشترکی نیز دارند گذشته رابطه دولت ترکیه و اسرائیل بهبود پیدا کرده و اسحاق هرتسوک رئیس جمهور اسرائیل ماه گذشته بالاخره رفت آنکارا رجب طیب اردوغان از سفر نفتلی بنت به ترکیه در آینده خبر داده تقریبا میتونم بگم مدت زمان طولانی اینا گفتن و گفتن و گفتن که این اتفاق بی افتالا هرتزوک بالاخره رفت به آنکارا ولی برای انجام این کارا یعنی کار دیپلماسی خیری رجب طیب اردوغان هم قرار نفتالی بنت بارها بارها دعوت شده توسط اردوغان ولی حالا بعد این ماه دیگه میره یا نمیره آمارهای رسمی ترکیه نشون میده صادرات این کشور به اسرائیل در سه ماه اول سال 2022 به جهش 37 درصدی به 1 میلیارد 800 میلیون دلار رسیده که یک رکورد تاریخی در طول این بازه زمانیه در حالی که هیئت بلندپایه ایالات متحده در جریان سفر خود دو روز پیش پیام حمایت از تایوان رو ارسال کرد رژیم چین گفته رزمایش نظامی در اطراف تایوان انجام داده و تهدید خود را برای استفاده از زور به منظور تحت کنترل در آوردن تایوان افزایش میده این گروه شش نفره متشکل از نمایندگان هر دو حزب به رهبری سناتور لینزی گراهام دو روز پیش با تسای اینگون رئیس جمهور تایوان در دفتر وی در تایپه ملاقات کردند سخنگوی ارتش آزادی بخش خلق چین گفته ارتش چین نافچه ها بومبفکن ها جت های جنگنده و سایر نیروها رو به دریای چین شرقی و مناطق اطراف تایوان فرستاده اوضاع بسیار حساس و هیجان انگیز داریم به جنگ نکشه که بعید میدونم نکشه چون این اصلا پلنشون از اول همین بوده جاولی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین گفته رزمایش هوایی دریایی در پاسخ به اقدامات منفی اخیر آمریکا از جمله سفر هیئتی از قانونگذاران تایوان بوده ژائو گفته پکن به اتخاذ تدابیر قوی برای حفاظت قاطعانه از حاکمیت خود ادامه خواهد داد سناتور رابرت منندز گفته حزب کمونیست چین آنها گفته که از این سفرها بسیار ناراضی اما این هشدار آنها را از سفر به این جزیره منصرف نکرده منندز گفته این ما را از حمایت از تایوان در آینده منصرف نخواهد کرد او تاکید کرد ما به دنبال درگیری با چین نیستیم زیرا معتقدیم تایوان به دنبال هیچ درگیری با چین نیست یعنی سال یه جوری میگه اگر تایوان هدفش درگیری بود موقع ما میخواستیم ولی نه هدف واقعا اینه که تایوان میتونه استقلال خودش رو حفظ کنه خاطر اینکه تایوان خیلی راحت بگم خاکریز اول اگه تایوان رو بگیر بعید نیست بر سمت ژاپن بریم این بر سمت هند بیاد و شرط خیلی پیچیده میشه اما جمهوری اسلامی کاردار سوئد رو در پی آتش زدن قرآن توسط طرفداران گروه افراطی در سوئد به وزارت خارجه فراخواند و مراتب اعتراض شدید رو نسبت به این اقدام اعلام کرد جالبه بدونید دو تا کشور این حرکت زدن یکیش جمهوری اسلامی بوده یکیش عراق بوده که حاز همیت یعنی اینا مسلمان تر از این دو کشور دیگه نداره عراق که حالا کاری نداریم خدا جمهوری اسلامیه ولی جالبه که کشور دیگه این کارو نکرد عربستان بقیه این کارو نکردن رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اقدام را حتی کانه و خواستار اقدام فوری قاطع مقامات سوئدی در این باره شده فکر کرد اونجا مثلا جمهوری اسلامی الان میگن باشه میریم دستگیرش میکنیم آزاد میتونه هر کاری بکنه دیگه شما هم ببینیم به چی اعتقاد داره اون کتابش آتیش بزنیم از صحاف سخنگوی وزارت خارجه عراق هم گفته کاردار سفارت سوئد در بغداد به وزارت خارجه احضار و اعتراض دولت عراق به سوزاندن کتاب قرآن در این کشور به او ابلاغ شده آقا در سوئد دیگه حداقل فکر میکردم بعد از این دادگاه همینطوری فهمیدن قوه قضاییه کامل از دولت جداه اصلا اگه الان اینو بردارن عکس خدا رو بردارن بکشن پاره کنه آتیش بزن کسی نمیتونه حرفی بزنه دولت نمیتونه حرفی بزنه آدمو میتونه برش شکاعت برای شکایت کنن قوه قضاییه بررسی کنه اما جالب بدون برای افتتاح یک باشگاه بدنسازی در خیابان فرشته تهران چه اتفاقاتی افتاده اسا... این اسامی که براتون میخونم چه که میبینید همشون اومدن در تهران در خیابان فرشته لوتار ماتئوس سمت چپیه میدونید که زننده گل قهرمانی آلمان در جام جهانی 90 بود 90 ایتالیا پیر لویجی کولینا اون داور مشهور ایتالیایی مارکوس مرک اونم یکی از داورای بسیار مشهور دنیای داوری و عجیب غریبه آندرس برم هم که داریم میبین اسمش یادم رفت بگم حساب کتاب کنید ببینید که این افتتاحیه یه باشگاه در خیابان فرشته تهران چند صد هزار دلار خرج میتونه برداشته باشه چند صد حداقل صد هزار تا رو خرج برداشته دیگه تو این شرایط فعلی با این همه ریسک و غیری این آدم ها قبول کنن بلنش هم بیان فقط نکته که میخوام بهتون فکر کنید ببینید که چقدر این بیزینس لاکچری تو ایران هست که همش برمیگردیم خدا آقازاده ها اصلا محال ممکنه فکر کنید که خود فدراسیون فوتبال قرار این چهار نفر خارجی ورده رو دو سال طول میکشید هماهنگ کنه و بتونه مجوزاشو بگیره و غیره اینا رو راضی کنه بیان ولی یه باشگاه راحت این کارو انجام میده شهریه این باشگاه رو بهتون بگم هشتگتون میپره شهریه این باشگاه 365 میلیون تومان در سال یعنی روزی 1 میلیون ناقابل پول شابه کسی که میره این باشگاه روزی یک میلیون تومان پول باشگاهشه حالا میرسونه به سوال بعدی به نظرتون کسی که عضو این باشگاه هستند یا میرن اینجا ثبت نام میکنن و روزی یه میلیون تومان اشتراک میدن پدرشون تو کدوم کارخونه داره کارگری میکنه به نظرتون ممکنه یه نفر باشه که پدرش جزو مثلا کارگر هفت تپه باشه پدرش بازنشسته باشه اصلا مگه میشه تو جمهوری اسلامی کسی باشه که یه همچین پولی در که کسی که 365 میلیون تومن پول باشگاه میده قاعدتا خونش حداقل بیشتر از 36 میلیارد میارزه ماشین زیر پاش بیشتر از 13 میلیارد میارزه یا همچین آدمی اگر جزء نظام نباشه آیا میتونه قبول داشته باشه یا فردا بشه برچسب کلش کلش بالا میکشن همه چیز تو مملکت ما شده دزدی همه چیز شده برای افراد خاص برای ژنهای خاص الان من فقط موندم حمید استیلی داره به چه زمانی با این صحبت میکنه چون خیلی پیچیده است همه عکس یادگاری دارن میگیرن و آدمایی هستن که تو کشور خودشون هم بسیار بسیار محبوب هستن توی کشور خودشون هم اگر قرار باشه یه همچی کاری تو کشور خودشون میکنن هم عددی که میگیرن بسیار زیاد است به این سادگی نیست که اینا رو بیارن اینجا بشینن پای دستگاه بگن حالا بشین اینجا بس وزنه بزنیم فیلم و فیلم بگیریم و تبلیغ باشگاه بکنیم فقط میتونیم بگیم لعنت به جمهوری اسلامی نه به جمهوری اسلامی لعنت به همه اینایی که پول مردممون پول بی زبون مردممون کارگرامون پول تمام زحمتکشامون بازنشستامون معلمامون جمع میشه میره تو حساب یه سری آدم بی هویت یه سری آدمی که ایف آدم یا انسان روشون بذاریم که بیان اینجوری شروع کنن هزینه کنن برای یه مش بدتر از خودشون که اونا بیان هزینه نجومی بدن تو این باشگاه بخوام برن اما همونطور که میدونید دیمیتری مدوف مدودف رئیس جمهور سابق روسیه هشدار داده بود که در صورت پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو منطقه دریای بالتیک دیگه نمیتونه آری از تسلیحات هسته ای بماند مدودف در کانال تلگرام شخصی خودش گفته بود در این صورت دیگر نمیتوان درباره وضعیت غیر بالتیک صحبت کرد تعادل باید برقرار باشه جالب بدونید فنلاند طولانی ترین مرز تادی اروپا و روسیه رو داره که طول مرزش 832 کیلومتره مدودف گفته بود اگر سوئد و فنلاند به ناتو بپیوندن طول مرزهای زمینی ناتو با فدراسیون روسیه بیش از دو برابر خواهد شد. گفت به طور طبیعی ما باید این مرزها رو تقویت کنیم. روسیه تا کنون چنین اقداماتی رو انجام نداده و قرار نبوده اونا رو انجام بده. اگر مجبور بشیم خب قضیه فرق داره. ولی بدونید ما اونو پیشنهاد نکردیم. مدودف گفته بارها در مورد این موضوع صحبت شده و پوتین دستور تقویت جناح غربی ما رو به دلیل گسترش ناتو به سمت شرق صادر کرده این گسترش ناتو به سمت شرق خیلی مهمه سعی می‌کنم یه برنامه حتما در موردش صحبت کنم ببینید خودشون چی میگن آریوداس آنوسوسکاس وزیر دفاع لیتوانی به سرعت اظهارات مدودوف را محکوم کرد و گفت که این اظهارات چیز جدیدی نیست روسیه سالها موشکای کروز مجاز به سلاح هستهی رو در منطقه مستقر کرده حالا چی شده که الان داره بحثش میاد هم خودش سوال داره وزیر دفاع لیتوانی گفته تهدیدهای تهدیدهای فعلی ما همه عکسام هم از حالت فول اسکرین در اومده ببخشید همزمان درست میکنم وزیر دفاع لیتوانی گفته تهدیدهای فعلی روسیه زمانی بسیار عجیب به نظر میرسن که بدانیم حتی بدون وضعیت امنیتی کنونی آنها سلاح‌ها را حدود 60 مالی از مرز لیتوانی نگه میدارن یعنی اصلا فکر نکنید که قضیه برای الان مدت هاست که این اتفاق در اونجا داره انجام میشه سلاهای های هسته ای همیشه در کالینینگراد نگهداری میشن کشورهای منطقه کاملا از این موضوع آگاه هستند کالینینگراد منطقه در دریای بالتیکه که بین لیتوانی و لهستان اعضای ناتو قرار گرفته این بندر که قبلا بندر پروس کونیکسبرگ پایتخت پروس شرقی بوده کمتر از هفص... 870 مایلی از لندن و پاریس 310 مایلی از برلین فاصله داره مدودوف در اظهارات خود درباره احتمال پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو اعلام کرده اسخای میکنم من عکسش رو بیارم روی صفحه که ببینیم در مورد کی داریم صحبت میکنیم بله در اظهارات خود درباره احتمال پیوستن فنلاند و سوید. به ناتو گفته هیچ فرد عاقلی قیمت‌های بالاتر و مالیات‌های بالاتر افزایش تنش‌ها در مرزها موشک‌های مافوق صوت و کشتی‌های با سلاح‌های هسته‌ای رو که معنای واقعی کلمه در فاصله دوردست از خانه خود قرار دارند رو نمی‌خواد. یعنی اشاره می‌کنه آقا رفتنشون جزء ناتو خزینه‌هایی که براشون داره، مالیاتی که براشون داره، بقیه چیزایی که داره نمی‌صرفه به این داستان که بخوان حالا یه سری کشتی در فاصله چند صد یا چند هزار کیلومتری بگن که آقا شما ما اونجا هستیم هوای شما رو داریم و اما وزیر خارجه جمهوری چک گفته مسکو به پراک هشدار داده که از انتقال تسلیحات اتحاد جماهیر شوروی به اوکراین خودداری بکنه با این حال یان لیپاوسکی وزیر خارجه جمهوری چک در گفتگو خبرگزاری رسمی چک تصریح کرد هیچ بندی در متن توافقهای اصلی وجود نداره که بتونه جمهوری چک را از انتقال تسلیحات مربوط به دوران پیش از فروپاشی بلوک کمونیستی در او... اوایل دهه 90 باز دارد روسیه در پیامی دیپلماتیک ایالات متحده را تهدید کرد و گفته بود که ارسال های نظامی توسط کشورهای عضو ناتو به اوکراین ممکن به پیامدهای نامنتظره منجر بشه جمهوری چک یکی از سی کشور عضو اطلاف نظامی ناتو هستش به نوشته ی خبرگزاری رسمی چک وزارت دفاع این کشور در مورد ماهیت تسلیحاتی که احتمالا در اختیار اوکراین قرار میده تا الان اظهار نظری نکرده پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه وزارت دفاع جمهوری چک دهها تانک تی 72 نفربرهای زرهی مسلح بی ام پی وان را که متعلق به دوران شوروی بوده به اوکراین ارسال کرده اوکراین از کشورهایی که هنوز تجهیزات سنگین نظامی دوران شوروی را در اختیار دارند خواسته تا آنها را در اختیار ارتش اوکراین قرار بدند و تاکید کرده که سربازان اوکراینی با این قبیل تسلیحات آشنا هستند و نیازی به آموزش بیشتر ندارند اما همونطور که اطلاع دارید یا لاپید وزیر خارجه اسرائیل هفته پیش گفته بود که روسیه در حال ارتکاب جنایت جنگی در اوکراین هستش جالبه که بعضی کشورها با هم روابطشون خوبه تا قبل از اینکه از همدیگه انتقاد کنه وقتی انتقاد میکنن یه همه چی پلوق میزنه میاد رو آب الان داستان همون جوری شده انقدر روی اسرائیل فشار بود که آقا یه حرفی بزن تا هم دیگه رابطت به روسیه خوب اصلا ازش میخواستن برای میانجیگری کنه بتونه واسه صلح بشه که بالاخره زیر تمام فشارات لاپید مجبور شد حرف بزنه آقا جنایت جنگیه لاپید گفته بود تصاویر شواهد از اوکراین وحشتناک نیروهای روس علیه مردم غیر نظامی بی جناتی جنایت جنگی مرتکب شدن من قویا این جنایت جنگی رو محکوم میکنم امروز هم روسیه تلافی کرد در یک اقدام بی سابقه جزئیاتی از آخرین حمله جنگندهای اسرائیلی در سوریه رو منتشر کرد و همزمان با نکوهش شدید اسرائیل بر سر رویدادهای اخیر مسجد گفته که اسرائیل غزه را به زندانی بزرگ برای فلسطینیان تبدیل کرده رسانه اسرائیل نوشتن که این اقدامات روسیه واکنش به اظهارات اخیر یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل گفت. اسرائیل است که گفته روسیه مرتکب جنایت جنگی شده انتشار جزئیاتی از حمله منتسب به اسرائیل در سوریه از سوی روسیه تا به حال سابقه نداشته اسرائیل در نشست ده روز پیش شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو نیز به تعلیق روسیه از این شورا رأی داد روسیه اظهارات آقای لاپید و رأی اسرائیل در آن شورا را مایه تأسف نامید روسیه گفته که برخلاف قطنامه های متعهد شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد دولت اسرائیل به اشغالگری پیشرونده و زمین کردن اراضی فلسطینی ادامه داده و بیش از 2.5 میلیون فلسطینی را در کرانه باختری به صورت نقاطی که با جهان خارج ارتباط ندارند رها کرده. روسیه همچنین در مورد غزه نوشته که اسرائیل این باریکه را عملا به زندانی باز برای دو میلیون ساکنین آن تبدیل کرده که 14 سال در شرایط حصر دریایی هوایی و زمینی نگهداری میشن اسرائیل از واکنش به این سیاسی تند روسیه خودداری کرده دفتر وزیر خارجه اسرائیل گفته که سکوت بر واکنش ترجیح داره این مواقع یه, یه چیزی بگه طرف اونم یه چیز دیگه میاد میگه حالا دوباره بیا جمع کن قضیه رو گفتن آقا حرفمون رو زدیم سکوت کنیم اونم میزنه حرفش تمام میشه به قول خودش خوش میشه میفته یالا ما چه بیام دوباره همش بزنیم اما ممنونم که بخش خبری امشب و بخش ایران و همه جای دیگه به غیر از آمریکا رو تماشا کردن و مورد پسندتون واقع شده باشه اگر که از این بخش خبری راضی بودید ممنون میشم که لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید اگر هم تا در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که بتونید بیشتر با هم دیگه باشیم موقع و موقع لایو یا ویدیوی داریم برای شما پیام بیاد من خدافظی می کنم از خدمتتون اما تا یه 20 دقیقه نیم دیگه با بخش خبری آمریکا در خدمت شما خواهم بود شب روزگار خوش ایام به کام لبخند روی لب خدا نگه دار